سلام خدمت شما و عرض سلام و ادب دارم خدمت بیننده عزیز. سمیه کریمی هستم در ولسوالی مالستان، در یکی از دهکده‌های ولسوالی مالستان به دنیا آمدم و دوره ابتدایی مکتب را همونجا سپری کردم. بعد آمدم کابل، دوره متوسطه و لیسه را از لیسه خصوصی ارشاد فارغ شدم. بعد راه یافتم در یکی از دانشگاه های کابل، دانشگاه شهید دوست ربانی، و اونجا ادامه تحصیل دادم و امسال از اونجا فارغ شدم. میشه راجع به وضعیت درسی در مالستان کم معلومات بدین؟ چطور بود؟ راحت بود؟ آسان بود درس بخوانین یا مشکل بود؟ خب راجع به درس و آموزش که در افغانستان هست، متاسفانه مشکلات های خود هم داره و خوبی های خود هم داره. خب آن به آن حد که امکاناتی باید در دسترس مردم باشه، در اختیار مردم باشه، نیست. مشکلات های خود داشت. از طرف فامیل کدام مشکلی نبود که در مکتب بورین یا نرین؟ نه، اتفاقا من خود را بسیار بسیار خوشبخت احساس میکنم که در یک خانواده بسیار روشن فکر، خانواده بسیار باز به دنیا آمدم و خوشحال هستم. من همیشه از طریق خانواده خوب، از طریق پدر، مادر و دو تا کاکایم که در کنار پدر مثل که در پشت من استاد شدن، من حمایت کردن، واقعا سپاسگزاری میکنم. من هیچ مشکلی از طرف خانواده نداشتم، خانواده همیشه حامی من بود و ایشان بودن که من را قدرت قلب بیشتر برای من بخشیدن. از طرف جامعه چطور؟ خیشا و اقارب اونا موافق بودن در کار که درس بخونم؟ درس خب زیاد دخالت نداشتن اقارب ما. باز بعض خانواده ها خیلی سنتی قیدگیر بودن که متاسفانه اما همسین سالان اونا اجازه نداشتن که مکتب برن، ما میرفتیم اونا نمیرفتن. خب ولی برای ما زیاد دخالت نمیکردن. کابل، در کابل چطور بود درس؟ کابل وضعیت درسی خیلی عالی بود، مکتب خصوصی بود اونجا. من واقعا راضی هستم که وقتی که اومدم واقعا یک تغییر جدید رو در زندگی خود احساس کردم. دوره خیلی خوبی دارم از مکتب. در یونیورسیتی کدام مشکلی نبود است؟ یا یکی شما دختر بودیم و درس خواندن مشکل نبود؟ نه زیاد. خب جامعه سنتی است، آدم نمیتونه از بعضی واقعیت های انکار کنه که برای همه معلوم هست. من اگر از لحاظی مثلا جنسیتی فکر کنیم، من هیچ با مثلا مشکلاتی روبرو نبودم. همسین فایم مثل برادر در کنار ما بودن، ما مثل یک رابطه برادرانه و خواهرانه داشتیم، ما هم صمیمی بودیم، درس میخواندیم و خیلی خوب بود. و از لحاظ درسی متاسفانه ما نسبت به مکتب ما کمبودی را در دانشگاه احساس کردیم. ما وقتی به وارد دانشگاه شدیم یک کم تأسف خوردم، گفتم نباید به این حد چی باشه. چه وقت به موسیقی را آوردیم؟ به موسیقی ما در سال دوم دانشگاه بود، سال 1395 ما به موسیقی روی آوردیم. چطور در قسمت موسیقی فامیل کدام مشکلات ایجاد نمیکرد؟ موافق بود یا مخالف بود؟ در قسمت موسیقی نه، من یک علاقه خاصی که من نسبت به هنر و موسیقی داشتم. فامیل میدانست، در جریان بود و هیچ دخالت، هیچ مخالفتی با من نکرد و همیشه حمایتگر من بود. جامعه خیش اقارب چطور بود؟ مخالفت کردن؟ راستش در این قسمت میتونیم بگویم از طرف جامعه اقارب ما با مشکلات های جدی روبرو شدم که از این بیشتر نمیخوایم داخل جزئیات بریم، ولی بار هم از کسایی از که خودش حامی هنر بودن، دوستدار هنر بودن، ما را حمایت کردن، همیشه تشویق کردن، ما از نام سپاسگزاری میکنم. خب تا هنوز این مشکل وجود داره؟ بله دیگه، جامعه هست، ما نمیتونیم این کار کنیم. پیامتان بر سایر دخترای افغانستان که
باید موسیقی رو بیارن، موسیقی رو یاد بگیرن، پیامتن برای زنها چیست؟ پیام من برای دختر خانم ها و خانم های افغانستانی این است که هر هدفی دارین بجز موسیقی و خود موسیقی، لطفاً لطفاً به آموزش و تعلیم به هدف خود فکر کنید، جدی باشید، ادامه بدید و برای آن ده کسایی که مثلا به توانایی های شما باورمند نیست با اونا شما نشان بدید که ما میتوانیم. ما میتونیم میشه کمک معلومات راجع به سفرتان که به ایران به خود داشتیم بیتیم؟ خب جزئیاتشان را همکاری محمود جان گفتن. یک سفر هنری است که ما اونجا چند تا هنگ روی کار داشتیم، فقط بخاطر سبتش میخواستیم یک سفر داشته باشیم. یک جهان تشکر شما. خواهش میکنم، زنده باشیم.